آغاز روند سواد آموزی در کشور توسط یونسکو همزمان با تجلیل از روز جهانی سواد. از بهر بزرگداشت 8 سپتامبر روز جهانی سواد اینجا گرد هم آمده اند. مسئولان در یونسکو، اداره علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد از فراهم آوری فرصت سواد آموزی برای بازماندگان از سواد خبر داده می گویند این برنامه در دو مرحله عملی خواهد شد که در دور نخست آن برای 25 هزار تن در 20 ولایت به شمول بلخ که شامل 100 ولسوالی می شود فرصت سواد آموزی فراهم می گردد. دفتر یونسکو در افغانستان تصمیم دارد در مرحله اول کمپاین سواد آموزی زمینه تعلیم و تربیه برای 25 هزار دانش آموز را در 20 ولایت افغانستان به شمول زون شمال افغانستان که متشکل از 5 ولایت می باشد آغاز بکنه که مجموعاً در 100 ولسوالی است. و در مرحله دوم دفتر یونسکو تصمیم دارد که متبقی 14 ولایت افغانستان را تحت پوشش قرار داده. اینا خود 100 ولسوالی را به 100 افغانستان در برنامه خود داره شامل کردن. امیدوار هستیم که الله متعال بر اینا توفیق بده که تمام 400 ولسوالی افغانستان در برنامه از اینا شامل شوه. و واقعا قبلا در جمهوریت که کدام کرسای سواد آموزی بود، البته بعضی مشکلات داشت. از سوی هم رئیس سواد آموزی وزارت معارف کشور که برای آغاز این برنامه به بلخ آمده است میگوید در یک سال گذشته آنها فرصت سواد آموزی برای نزدیک به 90 هزار تن در 34 ولایت کشور را فراهم ساختند. برای 85,824 تن سواد آموز در سراسر کشور به تطبیق پروژه های مختلف دولتی و غیر دولتی خدمات سواد آموزی فراهم گردیده است. همچنان در طول یک سال گذشته برای 4,303 تن جوانان و بزرگسالان بازمانده از تعلیمات رسمی از طریق 82 باب مکاتب سواد حیاتی فرصت تداوم تعلیمات فراهم کردیده است. برخی از بانوان که مشتاق آموزش سواد اند این برنامه ها را برای بهبود وضعیتشان در تمام مراحل زندگی سودمند دانسته سواد را سبب پیشرفت در ابعاد مختلف می دانند. با آموختن علم و دانش می توانیم کار به دست بیاریم، وظیفه به دست بیاریم، با در بدل وظیفه پول به دست بیاریم و می توانیم نیازمندی ها و ضروریات خود را مرفع بسازیم. من قبل از آموختن مانند یک فرد کور بودم، اما حال می توانم بخوانم، بنویسم و صحبت نمایم، حساب نمایم و جمع کنم. سازمان ملل متحد در سال 1965 میلادی با راه اندازی نشست از سوی یونسکو یا اداره علمی و فرهنگی این سازمان 8 سپتامبر مطابق 17 سنبله را من حیث روز جهانی سواد نامگذاری کرده و همه ساله از این روز در جهان بزرگداشت به عمل می آید. بر اساس آمار یونسکو که در سال 2019 میلادی همگانی شده بود 56.8% شهروندان افغانستان بی سواد بوده که در جنوب آسیا پس از هند، بنگلادش و پاکستان بیشترین جمعیت بی سواد را دارا است.